آفتاب آسمان کبیر که رخ نشان داد روی باند مردانی از جنس اراده آهنین مهیای یک تمرین بزرگند. نویل عالیه. فرماندهان هم از فراز آسمان برای آغاز آزمون پرنده‌های بدون سرنشین به جمعشان پیوستند. اینجا یک میدان واقعی برای تمرین شرایط جنگ از هوا و زمین شکل گرفته. عملیات هوایی گسترده و هدایت تمرکزی رو تمرین می‌کنیم. کمی آن سوتر از امتداد سامانه‌های آماده پرواز گرداگرد این سالن هم خبرهای خوشی از سربلندی تجهیزاتی شنیده می شود. کارهای فوق‌العاده جدید و در لبه فناوری جهانی رو در حال انجام هستند و الحمدلله اکثر اینها هم تکثیر شده و در اختیار نیروها قرار گرفت. گزینه‌های روی میز متخصصان جانبرکف ارتشی امیدبخش و امنیت آفرین. کمان 12 هستش که شاید در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر باشه و چند منظوره. برنامه داریم که در هر جایی که شبکه ما داریم بتوانیم نیسکرام بر رو انجام ما چند بار رفتیم MQ9 رو رهگیری کردیم، RQ4 رو رهگیری کردیم، P8 رو رهگیری کردیم، P3 Charlie رو رهگیری کردیم. عرصه‌ای که در آن ده ها فروند انواع پهپاد رزمی، بمب افکن، رهگیری، شناسایی، مراقبتی، جنگالی و انتحاری با حضور سردار سرلشکر باقری، امیر سرلشکر موسوی و فرماندهان نیروهای چهارگانه ارتش برای نخستین بار رونمایی شد. انواع دستاوردهای ارتش با قابلیت انجام عملیات در محیط جنگ الکترونیک و مجهز به سامانه‌های فریب و اخلال راداری در اینجا به نمایش درآمد. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.